در مورد توهین‌هایی که به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه کردن واقعا زیاده، یعنی من اگر بخوام یک برنامه 3 ساعتی رو در این مورد اختصاص بدم بازم کم میاریم. منتها چیکار میشه کرد؟ چون که این متاسفانه هست، متاسفیم که اینا رو باید بگیم. من سعی میکنم از هر موضوع فقط یک نمونه رو نشون بدم. در مورد احمد جان اینو نشون بده، این بهار الانوار هست، اینم صفحه دومش، اینم سال چاپ 1983 1403 هجری قمری در بیروت لبنان هم چاپ شده. ما در قرآن کریم در سوره بقره آیه داریم که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. الله سبحانه و تعالی حیا نمی کنه از این که برای شما مثلی بزنه پشه یا بالاتر از پشه. اینجا الله سبحانه و تعالی میاد، من بارها گفتم که این اگه از اعجاز قرآن کریم هست که الله سبحانه و تعالی پشه ای رو مثال میزنه، یعنی چی میخواد بگه؟ میگه این پشه رو شما فکر میکنید خیلی یک جانور، یک حیوان خیلی ناچیزی هست، یک حشره ای که اصلا ارزشی نداره. این پشه ما این رو مثل میزنیم برای شما، یعنی شما انسان ها جمع بشید همتون، این 5-6 میلیارد انسان جمع بشن یک پشه درست بکنن، نمیتونن درست بکنن. این آیه رو چه تفسیر میکنن؟ احمد جان نشان بده، جلد 34 صفحه 393 میگه ان ابی عبدالله علیه السلام، از ابی عبدالله علیه السلام روایت است که ان هذا المثل ضربه الله لامیر المؤمنین علیه السلام، این مثلی بود که الله سبحانه و تعالی برای امیر المؤمنین زد. فالبعوزه امیر المؤمنین، این پشه امیر المؤمنین است. و ما فوقها رسول الله صلی الله علیه و سلم، و آنچه که بالاتر از پشه است رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این یکی از توهین های اینها در کتاب هاشون به سیدنا امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. این تفسیر قمی است، این حالا تفسیر نمیشه، این قمی، علی ابن ابراهیم قمی استاد کلینی است، صاحب کتاب کافی که به امام زمان دادن، گفت امضا کرد رو کافی، گفت الکافی کافی نشیعتنا. این صفحه دومش در قم ایران هم چاپ شده، مؤسسه دارالکتب للطباعة والنشر قم ایران، اینم مشخصات کتاب در جلد 1 سوره بقره صفحه 35 میگه ان ابی عبدالله ان هذا المثل ضربه الله لامیر المؤمنین فالبعوز امیر المؤمنین علیه السلام و ما فوقه رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی در دین شیعه سیدنا امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب اسد الله و همسر فاطمه زهرا پشه است. این مثالی که الله سبحانه و تعالی زده و مدارک دیگری هم داره که من نمیخوام بهش بپردازم. در اینجا الاختصاص از شیخ مفید، در حقیقت ایشون شیخ مضر بوده، شیخ مفید نبوده. اینم صفحه بعدیش، اینم سال چاپش، آدرس دارالنشری که اینو چاپ کرده، صفحه 304. در اینجا چی میگه؟ از جابر ابن یزید روایت است، از ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیه السلام قال یا جابر علیک حمار یسیر بک فیبلغ بک من المشرق الى المغرب فی یوم واحد. ای جابر، الاغی داری که سوارش بشی و تو رو از مشرق به مغرب در یک روز ببره؟ فقلت جعلت فداك يا ابا جعفر وان لي هذا، فدات بشم ای امام باقر، من از کجا بیارم این الاغ رو؟ فقال ابو جعفر ذاك امیر المؤمنین، این الاغ امیر مؤمنین هست، این امیر مؤمنین هست. این احترامی که امیر مؤمنین در نزد این مضرهای زمانه آخوندهای شیعه داره، دقیقا همین روایت رو احمد جان نشون بده از بهار الانوار، دقیقا صفحه 308 جلد 25 همین روایت. یا جابر، الاغی داری که تو رو از مشرق به مغرب ببره در یک روز؟ گفتم فداد بشم ای امام باقر، از کجا بیارم؟ گفت که ذاک امیر المؤمنین، این امیر مؤمنین است. تشکر احمد جان. این نمونه ای از توهین ها و اهانت هایی که در
کتابهاشون نسبت به سیدنا علی ابن ابی طالب دارن. اینم چاپ دیگری از کتاب الاختصاص شیخ مفید هست که از ابو جعفر روایت است که جابر گفت که آیا اولادی داری که تو رو از مشرق به مغرب در یک روز ببره؟ میگه جابر گفتم که فدات بشم ای امام باقر، از کجا این اولاغ رو بیارم؟ فقال ابو جعفر علیه السلام ذاک امیر المؤمنین، این امیر مؤمنین است. اینم در اختصاص یک چاپ دیگرش. دابت الارض، این حیوانی که در آخر الزمان از زمین خارج میشه، این دابت الارض رو تفسیر کردم به امیر مؤمنان. اینجا هست کتاب الدر الثمین فی 500 الآیه نزلت فی مولانا امیر المؤمنین، حافظ رجب برسی نوشته. در اینجا این دابت الارض، اخرج لهم دابت من الارض، این گفته که در قرآن این دابت الارض که هست علی ابن ابی طالب است، در صفحه 189 در تفسیر سوره نمل. تشکر احمد جان. حالا این دابت الارض هم شکل و شمایلش هم گفتن. شکل و شمایل این دابت الارض رو در بهار الانوار آوردن. این هم صفحه بعدیش در اینجا صفحه 73. این دابت الارض از ابن عباس میگه روایت کردن که دابت من دواب الارض، یکی از حیواناتی است که در روی زمین، لها زغب و ریش، ریش و پشم هم داره، و لها اربع قوایم، و چهار دست و پام را میره. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه همون حیوانی است که در آخر الزمان حشر میشه در دنیا، به اصطلاح بال و پر هم داره و چهار دست و پا هم را میره. این در اینجا روایت دیگری از وهب روایت کردن که وجوها وجه رجل، صورتش صورت انسانه، و سایر خلقها خلق الطیر، دیگه بدنش جسمش مثل پرنده است. و گفتن که اینم بله از نبوات الهی است، از معجزات الهی است. و واقعا یعنی نمیدونم که به اینا شما هرچی که دوست دارید یعنی خطاب بکنید. و این خیلی جالبه در مورد اینم 500 آیه‌ای که در مورد امیرالمومنین نازل شده، حافظ رجب برسی صفحه 148. در اینجا در تفسیر آیه سوره نحل در اینجا چی گفته؟ قال الصادق علیه السلام فینا نزلت وهو ربک الى النحل، گفته که امام صادق در مورد این گفته که فینا نزلت، این آیه در مورد ما نازل شده. آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی در مورد زنبور عسل و اینا داره صحبت میکنه، گفته این در مورد ما نازل شده. حالا تفسیرش چیه؟ فنحن النحل، این زنبورا ما هستیم، یعنی اهل بیت. والجبال شیعتنا، کوهام که هست شیعیان ما هستن. و الشجر النساء من المؤمنین، این درختانی هم که در این آیه ذکر شده زنان مؤمن هستن. والائمه علیهم السلام النحل، ائمه همه ائمه اهل بیت زنبور هستن. و علی امیرهم، این ملکه زنبورا یا امیر این زنبورا هم علی رضی الله تعالی عنه است. این نمونه دیگری از توهین هایی که در کتاب ها اینا داره. و من از تفسیر برهانشون، تفسیر قمی، تفسیر المیزان، این روایت ها و این گونه تفسیر ها رو کردن در مورد من. یک نمونه تفسیر المیزان رو براتون نشون بدم. احمد جان، تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، محمد حسین طباطبایی، بیروت لبنان هم چاپ کرده این رو. دقیقا همین آدرسش هم تفسیر قومی داده، دقیقا همین روایتی که لحظاتی پیش براتون نشون دادم، همین روایت رو در اینجا آورده. این نمونه هایی هست از توهین هایی که اینها دارن به سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. همونطوری که گفتم، اگر ما بخوایم 3 ساعت کامل برنامه رو اختصاص بدیم به توهین هایی که فقط در مورد صفات ظاهری سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دارن در کتاب هاشون، کافی است. بعد اینا به دروغ ادعا میکنن که ما محب علی هستیم، دروغ میگن، به خدا دروغ میگن. اینا دشمن علی هستن، دشمن اهل بیت علی هستن. و اگر فردا مهدی موعود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشارتش رو دادن که میاد در آخر الزمان، اگر
ایشون هم بیاد، اولین کسانی که در صف مبارزه با او میستن همینا خواهند بود که امروز سنگشو به سینه میزنن و داد میزنن که یا مهدی ادرکنی. Allah 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 Allah